سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. به نظر میرسه که لفظ برگزاری همه پرسی کار خوبی بود. من از جزئیات شمارش آراء اون همه پرسی خبر ندارم. دولت موقت اون رو برگزار کرد. اونها افراد سالمی بودند. وزیر کشور هم احمد صدر حاج سید جوادی بود. اما موضوع همه پرسی دو اشکال اساسی داشت که برخی همون زمان هم این اشکالات رو تذکر دادن اما آقای خمینی نپذیرفت. یکی این که جمهوری اسلامی امر مبهمی بود، نه قانون اساسیش، پیشنویس قانون اساسی هنوز منتشر نشده بود. دو ماه بعد یعنی در خرداد 58 تازه پیشنویس منتشر شد. معلوم نبود که این نظام جدید حد و مرزش چیه، معنای جمهوری در اون دقیقا چیست، مراد از اسلامیت چیه، نقش آقای خمینی و نقش روحانیون در این نظام، در این نظام جدید چی هست، آیا منظور از اسلامیت ولایت فقیه. مسلما اون زمان چون این تلقی نبود، در پیشنویس همون قانون اساسی هم و واژه ولایت فقیه پیشبینی نشده بود. بنابراین اون نظامی که بعداً بر سر کار اومد با اون نظامی که رفراندوم هم درش برگزار شد با هم تفاوت اساسی داشت. اشکال دوم این بود که پرسیده شده بود که آیا جمهوری اسلامی آری یا نه، دو گزینه و هیچ گزینه در مورد امکانهای دیگر استقرار در ایران مطرح نشده بود. این اشکال دوم رو مرحوم آقای شریعت‌مداری اون زمان تذکر داد، خب پذیرفته نشد. در مجموع میشه گفت که اون چیزی که رأی آورد کاریزمای آقای خمینی بود، نه جمهوری اسلامی. یک بقچه سربسته بود، گره خورده بود و اکثر مردم از داخل اون اطلاع نداشتن. الان هم که 44 سال گذشته این نظام امتحان خودش رو پس داده، بنابراین الان خیلی طبیعیه که دوباره به همون مردم مراجعه کنیم و بپرسیم با این عمل کرده 44 ساله حالا شما این جمهوری اسلامی رو میخواید یا نمیخواید، با توجه به این که بله خواهش میکنم. آقای کدیور، شما تصور میکنم که اون زمان 19-20 سال بیشتر نداشتین، خودتون در اون رفراندوم شرکت کردین؟ آیا رأی دادین؟ بله، من در اون زمان شرکت کردم. اصلا در دو رفراندوم بعدی شرکت، یعنی رأی منفی دادم در دو رفراندوم بعدی، ولی در اولی شرکت کردم، رأی مثبت دادم. درست. خب دو رفراندوم بعدش شرکت برگزار شد، اشاره کردید، و شما در اونها شرکت نکردید. خیلی از حکومت خواستند که رفراندوم برگزار کنه. اشاره کردید که اون رفراندوم اول هم کلی درش اما و اگر بود. مشکل حکومت با برگزاری رفراندوم چی بوده در تمام این سالها؟ یه مشکل اساسی داشته و اون اینه که آقای خمینی اون زمان که به اون رفراندوم ها تن داد، چون اطمینان داشت که اون چیزی که مایل هست بر کرسی می نشینه و هاکذا در بعد از درگذشت ایشون هم نظام می دونست که بالاخره این بازنگری قانون اساسی رأی میاره. اما الان نظام می دونه که در اقلیت محضه، اقلیت محض، یعنی حتی از این آمارهایی که از جانب خودشون درس پیدا کرده، بالای 85% مردم ناراضی هستن، ناراضی هستن از نظام. بنابراین اینها زودتر از اینها فهمیده بودن، یعنی رژیم زودتر از اینها فهمیده بود که در هر انتخاباتی که به شکل آزاد و منصفانه برگزار بکنه گزینه‌های مورد نظرش رأی نمیاره. لذا در آخرین انتخابات ریاست جمهوری تن به انتخابات غیر رقابتی داد. معلوم هست که اگر همه پرسی برگزار بشه در مورد هر مسئله، خصوصا در مسئله اصل نظام، مردم به این عمل کرد رأی منفی میدن و مایل هستند که نظام دیگری سر کار بیاد. بنابراین خیلی ساده حاضر نیستن به این تن بدن. به خاطر چی؟ به خاطر که نتیجهش از حالا مشخص است، نه مطلق اکثریت مردم به جمهوری اسلام. خب آقای کدیور، شما که خودتون هم در همه پرسی شرکت کرده بودید، اون زمان رأی آری داده بودید و الان هم نظرتون این هست، فکر میکنید که در تمام این سالها به کسانی که رأی آری دادند خیانت شده؟ فکر میکنید که اون چیزی که تصور میشد خارج از صندوق بیرون بیاد چیز دیگری بوده؟
میخوام این رو بگم که آیا فکر میکنید که همچنان میشه اون رفراندوم رو مبنای مشروعیت قرار داد؟ به لحاظ حقوقی متناسب با کشورهای دیگری که هست، این رو میتونیم بگیم که نظام یک مشروعیت حداقلی داره. اما اگر این مشروعیت بخواد دوباره چک بشه، دوباره بررسی بشه، با توجه به این اعتراضات مردم که داره فی الواقع فاصلش هم هر زمان کمتر میشه، اول 10 سال بود، بعد شد 4 سال، شد 2 سال، شده سالیانه، مردم دارن اعتراض میکنن، وضع اقتصادی مردم به شدت خرابه، تورم بسیار بالاست، احزاب سیاسی بسته شدن، رسانه های مستقل به شدت تحت سانسور قرار دارن، مجلس تبدیل به یک مجلس کاملا فرمایشی شده، اصلا به اصطلاح مسائل کشور به مطابق قانون دست مجلس نیست، جای دیگری اداره میشه. حتی همین دولت کاملا دست نشانده که توسط رهبری بر سریر قدرت نشانده شده، خود رهبر اومده زمام وزارت خارجه رو شخصا دست گرفته، نماینده خودش رو داره اینجا و اونجا میفرسته، نه وزیر خارجه رو. یعنی حتی خودش هم به این دولتی که گذاشته میدونه که این ناتوانه، هم در اقتصاد ناتوانه، هم در سیاست خارجی ناتوانه. خب مردم هم که اکثرا میفهمن که نه، هیچ کدوم از قوای سگانه مطابق همین قانون اساسی عمل نمی کنن. رهبری هم که مشخص است موافق قانون داره عمل میکنه. بنابراین مسئله الان پیش اومده اینجوری شده که نظام به نظر اکثر مردم اصلاح ناپذیره. هرچه مردم به هر دری میزنن که این نظام رو اصلاح بکنن، رهبر کشور آمده اول سال جدید میاد میگه که این تغییراتی که گفته میشه اینها اقلیتی محضی از مردم میخوان و همه کارها داره خوب پیش میره. خب این مشخص است که ایشون ظاهرا صدای اعتراض مردم رو نمیشنوه، از واقعیات نمیخواد یا خبر نداره یا نمیخواد باور بکنه، همه چیز رو داره به دشمن نسبت میده. بنابراین خب خیلی طبیعیه که مردم برن سراغ، یا مخالفین برن سراغ همه پرسی، برای اینکه همه پرسی اولا تو همین قانون اساسی پیش بینی شده. اصل 59 قانون اساسی گفته به اصطلاح همه پرسی هست، اما اصل 177 آمده ذیلش میگه جمهوریت و اسلامیت که میشه یه منظورشون ولایت امر اونجا نوشته شده، این غیر قابل اصلاحه. خب مردم الان بحثشون دقیقا در مورد همین مسئله است، میگن جمهوریت منتفی شده، یعنی به شدت به حد اقل خودش در طول تاریخ جمهوری اسلامی تنزل پیدا کرده و ولایت فقیه هم مشکل اساسی و ام المصائب همه مشکلات است که الان در سیاست خارجی، در سیاست داخلی و در مسائل اقتصادی در کشور هست. خب چه باید کرد؟ اگر رهبری و اگر زمامداران کشور عاقل باشن، ذره شعور داشته باشن، باید به صدای مردم گوش بکنن، در یک رفراندوم منصفانه و آزاد شرکت بکنن و مطابق نظر اکثریت کشور رو اداره کنن، و الا مردم با این اعتراض های مکرری که دارن انجام میدن اونها رو به زور کنار خواهند زد و اراده خودشون رو به این نظام تحمیل خواهند کرد و نظام متناسب با آراء خودشون رو بر سر کار خواهند آورد. این چیزیست که آدم میتونه احساس کنه و متوجه بشه. خب حالا فکر میکنید که قبل از این که به قول شما مردم با زور این حکومت رو وادار بکنند، حکومت به یک همه پرسی تن بده، همه پرسی که الان مخالفان داخلی تا مخالفان خارج از کشور همه تقریبا در زمینه خواستن اون همصدا هستند؟ حالا اگه صادقانه بخوام بگیم، بر پیشانی این جبین این نظام چون این چیزی مشاهده نمیشه. یعنی با حرفای اخیر خامنه‌ای و عمل کرده مکرر اون و بسیاری از سران سپاه و اظهار نظرهایی که ما میشنویم ازشون، متاسفانه این امکان ضعیفه. اما نکته که من عرض کردم اینه که مردم بالاخره اراده خودشون رو به اینها تحمیل میکنن. خیلی ساده است، کشور اینجوری نمیشه ادارش کرد. نمیشه با تورم بالای 70%
کشور رو اداره کرد. نمیشه با زور سانسور و اینکه ما هر روز نیروهای سرکوب رو افزایش بدیم و تعداد کشته ها در هر اعتراضات افزایش پیدا کنه. خب این شیوه قابل اداره نیست. خب اگه میخوایم شیوه دیگری پیش بگیریم، یا اینکه باید به اصلاحات ساختاری تن بده نظام، منظور از اصلاحات ساختاری هم اینه که سپاه به پادگان‌ها برگردن، روحانیون به حوزه ها و مساجد برگردن و رهبری یا تبدیل به یک مقام تشریفاتی بشه و اون کسی که کشور را اداره میکنه فی‌الواقع رئیس جمهور منتخب واقعی مردم و نمایندگان واقعی مردم در مجلس باشن. خب هیچ کدوم اینا الان نیست. خب نظام جلو اصلاحات را گرفته، در نتیجه مردم میگن همه پرسی. اجازه همه پرسی هم داده نشه دوباره میان خیابون. یعنی 6 ماه الان توی این از شهریور این اعتراضات رو ما مشاهده کردیم، سرکوب کردن، به شکل خونین هم سرکوب کردن. چند ماه دیگه مطمئن باشیم دوباره از یک جای دیگر این اعتراضات شروع خواهد شد. چه کار میخوان بکنن؟ دوباره میخواد سرکوب بکنه؟ یا باید به اصلاحات تن بده، یا باید به همه پرسی، یا باید به اصطلاح تشویشون رو ببرن. یکی از سه گزینه رو باید انتخاب بکنن. راه دیگری به نظر میرسه نباشه. مردم، اکثریت قاطع مردم، یعنی بالای 85%، به نظر من تصمیم خودشون را گرفتن و دیگه به این نتیجه رسیدن که جمهوری اسلامی اصلاح ناپذیره، چیزی از جمهوریتش باقی نمونده، بزرگترین ضربه ها هم به اسلام مردم وارد کرده و یک حکومت سوریست با یک انتخابات کاملا نمایشی، با یک مجلس تشریفاتی، با این شکل که نمیشه امور پیش بره. مسلما من منتظر تغییرات جدی هستم که دیر و زود توسط با اراده مردم به امید خدا تحقق پیدا خواهد کرد.